با سلام خدمت یکایک بینندگان عزیز، من مسئول یکرنگی در دنباله برنامه های پسکوچه های دل که برای چند هفته وقفه در تهیه اونا افتاده بود، امروز در خدمتون هستم. در برنامه امروز یه مروری میکنیم خیلی کوتاه برنامه های گذشته رو و ضمناً مطالب جدیدتری داریم براتون. امیدوارم که بتونید از برنامه محظوظ بشید و لذت ببرید. اون دسته از بینندگان که ما رو تعقیب میکردن اطلاع دارن که انگیزه و مناسبت اصلی شروع این سری برنامه ها بزرگداشت استاد حسن یکرنگی، مرحوم استاد حسن یکرنگی که در سال 1147 شمسی مرحوم شدن، در بزرگداشت ایشون بود که بنده افتخار فرزندی ایشون رو دارم. در این برنامه ها مقداری از زندگی ایشون و نحوه زندگی ایشون، به خصوص حالت به خصوصی که ایشون داشتن به معنی این که 15 سال آخر زندگیشون رو فلج و به روی سینه زندگی میکردن، مقداری سخن گفته شد از شیوه زندگی ایشون و گذر روزانه زندگی ایشون چطوری انجام میشد صحبت شد و از اینکه دوستان و هنرمندان برجسته تقریبا تمامشون به دور ایشون مثل شمعی، مثل پروانه های دور شمع جمع می شدن همیشه. خاطرات خیلی زیبایی ما داریم از دوران طفولیت و نوجوانیمون، اینا رو همه رو بهش اشاره شد در برنامه های گذشته. در برنامه امروز ما علاوه بر اینکه متناوبا ممکنه صحبتی سخنی از ایشون گفته بشه، رانده بشه و شاید شعری از اشعار ایشون خونده بشه، یه چند تا شعری خونده میشه و احتمالاً با یکی دو تا از دوستان بسیار عزیزمون تماس خواهیم داشت. در مورد موسیقی و هنر صحبت میکنیم که انشالله به مذاقتون خوش بیاد. در ابتدا من میخواستم به تمام هموطنانی که در مسئله فاجعه آذربایجان ستم دیدند، چه عاطفی و چه مالی و چه جانی، واقعا تسلیت بگم و احساسات تمام دوستان و ایرانیان متأثر از این قضیه رو اینجا خدمت یکایکشون اعلام بکنم. و شعری دارم من در ارتباط با این که با این زلزله‌ای که در آذربایجان آمد و میخواستم ببینم اگر احیانا در ابتدای برنامه فقط به احترام ستم دیدگان این فاجعه امکان داره، اگر امکان داره از اتاق فرمان خواهش کنم که با ما همکاری بکنم و من میخواستم این شعر رو برای دوستان بخونم. حالا تا اتاق فرمان در واقع موزیک ما رو آماده بکنن، من خدمتتون عرض میکنم که به احتمال خیلی زیاد دوست عزیزم که در یکی دو برنامه اینجا با من همکاری داشتن، جناب آرمان عطایی، قرار بود که تشریف بیارن ولی به مناسبتی نتونستن. حالا احتمال داره که به من تلفن بکنن. به هر حال من این شعر رو میخواستم براتون بخونم، شعری که در ارتباط با ماتم آذربایجان و اسمش هم هست ماتم. گوش کن، زاغچه ها می خوانند از پس دورترین فاصله ها و از فراز شب دلتنگ صدا می آید، انگار نره مرده ای از عمق زمین می روید و هجای نفس تلخ مرا در رگ و خون پراکنده و ویران شده هم بر زمین می ریزد. گوش کن، زاغچه ها می خوانند و صدا در قفس شب و صدا در قفس تیره شب می پیچد. خانه ویران گشته است. این صدا صدای گام های ماتم است. این صدا صدای انهدام خانه من است. این صدا صدای زکشه های خواهر من است.
این صدا صدای شعر شهریار و صاحب است، این صدا صدای نعره ستار خان و باقر خان، این صدا صدای پرتقدس مولاناست که در حریم مبارک شمس الحق پژواک آه و درد گسترده است. گوش کن، زاغچه ها میخوان، خانه ویران گشته است. ولی این شعر رو من شخصا ارادت دارم به مفهومش، به خاطر اینکه از دل برآمده و در ماتم فاجعه آذربایجان نوشتم بلافاصله. البته در فیسبوک من این شعر رو در صفحه خودم به اشتراک گذاشتم که استقبال عجیبی شد، تعداد خیلی زیادی استقبال کردن و شیر کردن این شعر رو در صفحاتشون. صحبت فیسبوک شد، یکی از بزرگان و اساتید که من ارادت خیلی زیادی خدمت ایشون دارم و از ادبای معاصر هستن، جناب استاد محمود سراجی، اخیراً انتشاراتی داشتن که در فیسبوک هم اشاره شده، دوستان میتونن به صفحه ایشون مراجعه کنن و از این انتشارات استفاده کنن. انتشارات الکترونیکی هست، یعنی لینکی هستش که شما میتونید بزنید و در واقع اشعار ایشون رو محظوظ بشید و لذت ببرید. ولی چون ایشون همیشه به بنده لطف دارن و گاهی اشعاری رو که به اشتراک میذارن بنده رو هم سهمی میدن، یکی از رباعیات و دو بیتی هایی که ایشون صفحه من ارسال فرموده بودن اینجا میخونم براتون، بسیار زیباست. مستم بکن و ز قید هستی برهان، بازا و مرا به اوج مستی برسان. مستم بکن آنچنان که از مستی من هم ساغر و هم صراحی آید به فغان. یکی از دو بیتی های بسیار زیبای استاد سراجی بود. این دو بیتی رو خوندم و موجب شد که یه رباعی هم از مرحوم استاد حسن یکرنگی، پدر بزرگوارم، به یادم اومد که اینجا هست. و ایشون چون از عرفا بودن و از اهل تصوف هم بودن، همیشه اشعارشون بوی عرفان و بوی طریقت میداد. یکی از رباعیاتی است که ایشون از 82 رباعی ایشون من انتخاب کردم. من محو جمال تو ام از روز الست، زان گل که مرا سرشته ای مستم مست. یک عمر سبوی باده بودم کان هم تقدیر چنین بود که افتاد و شکست. بله، اینم از مرحوم استاد حسن یکرنگی بود. یه خط تلفن دارم، اجازه بدید ببینم. الو. الو، سلام از شده. سلام از ماست جناب عطایی. سلام از شده ماهی یکرنگی. سلام از ماست، حال سرکار قربان. به لطفتون خوشحالم کردیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. شما خیلی محبت کردیم، ما جاتون خالیه امروز اینجا آقای آرمان. آقای یکرنگی، منو پوزش رو قبول کنید، چون یه کارایی که پس از دیگری پیش آمد مجبور شدم اون کارو انجام بدم و شرمنده هم هستم تو صورتتون. دلم میخواست که من اونجا باشم و بالاخره دور شماها باشم. خیلی محبت داری آرمان جان و ما این یکی دو برنامه‌ای که با هم اجرا کردیم اینجا بسیار به مذاق بینندگان خوش آمده بود و من تلفن های زیادی دریافت کردم بابت به اصطلاح این زیبایی نواختن ساز شما و در مورد ستایش شما. ممنونم. این که امیدوارم که در برنامه بعدی اینجا پیش ما باشید و در واقع ما بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم در این برنامه ها. جناب یکرنگی، شما هر وقت که دستوری فرمودین با کمال میل از ته دل در خدمتتون بودم و از لطفتون ممنونم، از لطف آقای به هر صورت همیشه بیاد لطف شما هست.
خواهش میکنم. بعد عرضم به حضور که ما کارهای زیادی با هم داریم، آهنگی داریم، سازی داریم، به هر حال قرار بود که با هم این آهنگی که سازی عرضم به حضور که ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، اون ترانه حضرت عالی رو خیلی به دلم نشست، خیلی خیلی جالب بود و زمزمه هم که فرموده بودین چقدر دلنشین بود و چقدر تصمیم قشنگی گرفتین بین درمایه اصفهان به وجودش آوردین. بله اصلا من درمایه اصفهان نظرم این بود که درمایه اصفهان اصلا نوشته شد و اون ملودی که خدمت معرف کردم به خاطر همین بود که درمایه اصفهان میلشینه این در واقع این ترانه و این چیز دیگر به خودش نمیچسبونه و من بهتون تبریک میگم چقدر ذوق خوبی رو به خرج داده بودیم. فقط اصفهان این در مایه اصفهان واقعا قالب اینه، اصلا پروف شده برای این فرامه حضرت سبی در صورت با کمال میگه که موقعی که دستور بفرمایید منم که خوب آزادی داشته باشم با دوستان هنرمندم حتما اینو زنده اجرا خواهیم کرد که بیشتر دوستان در جریان فعالیت هنری شما باشن. خواهش میکنم، خواهش میکنم. این نهایت افتخار منه که در کنار شما باشم و به هر حال با این همکاری واقعا ارزنده شما ما چی میگم تاج افتخار به سر بزنیم. من در خدمتتون هستم و به دوستیتون افتخار میکنم. امری داشته باشین در خدمت هم به زودی زود دلم بخواد که این ترانه شما حتما به سمع بینندگان و شنوندگان شما آقای سعید خان یک رنگی درسه و من به دید منت دارم که این کار حتما انجام بده. قربانت برم. خیلی متشکرم آرمان جان، خیلی لطف کردی و امیدوارم که گرفتاری ها و کارهای روزمره به زودی تموم بشه که ما بتونیم در هفته های آینده در ادامه این برنامه پس کوچایره از حضور شما استفاده بکنیم. با کمال میل در خدمتتون هستم. سلام بندر ابلاغ بفرمایید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. تشکر می‌کنم. بله بینندگان عزیز، اون دسته از بینندگانی که برنامه‌های قبلی ما رو دیدن از ساز استاد آرمان عطایی که ایشون در واقع مقام استاد برازنده ایشونه چون ایشون کلاس دارن و شاگردان زیادی رو دارن پرورش میدن، تعداد زیادی الان به بازار موسیقی در واقع آمدن، بله تعداد زیادی از شاگردان ایشون الان در فعالیت‌های به اصطلاح حرفه‌ای هستن. به هر حال ایشون در برنامه‌های آینده ایشالله شرکت میکنن و ما از سازشون استفاده میکنیم و آهنگی هم که ایشون اشاره کردن چیزیست که بنده در مایه اصفهان ساختم و ایشون روش کار میکنن، میخوان در واقع ارنجمانش میکنن، به اصطلاح فنی تنظیمش میکنن و خواننده‌ای هم براش در نظر گرفته شده که بسیار با استعدادم. انشاءالله که در برنامه آینده، اگر برنامه بعدی نباشه در برنامه های بعدی حتما اینو به صورت زنده قرار هست که انجام بدیم. صحبت موسیقی شد، حتما کسانی که به موسیقی و ادبیات و فرهنگ و هنر این مملکتمون توجه و علاقه دارن حتما در جریان هستن که الان دو جریان خیلی متفاوت در زمینه موسیقی وجود داره در مورد موسیقی ایران. یکی در واقع شناخته شده تحت عنوان موسیقی لس آنجلسی هست که شاید این نام به خاطر اینی که بیشتر هنرمندانی که در خارج از کشور در زمینه موسیقی مدرن و جدید یا به عبارتی موسیقی پاپ فعالیت میکنن بیشتر در لس آنجلس هستن و یکی هم موسیقی اصیل ایرانی است که در واقع ببخشید یکی هم در مورد موسیقی اصیل ایرانی هست که جوانان زیادی در ایران در برنامه قبلی ما موضوع اشاره شد بهش که واقعا استعدادهای خیلی قابل توجهی در ایران الان به موسیقی اصیل ایرانی پرداختن، حالا چه به صورت تصنیف‌های قدیمی رو فرض کنید یه چیزی مثل تصنیف مرغ سحر رو با اجراهای جدید ارائه کردن
یا اینکه فرض بفرمایید در زمینه ردیف ها و آواز ها کار میکنن و بسیار بسیار ارزنده است کارشون. بابت تلفن عذرخواهی میکنم از حضورتون، فراموش کردیم که تلفنمون رو خاموش کنیم. به هر صحبت این بود که واقعا یه عده از جوانان ما، فرض بفرمایید آقای سالار عقیلی یکی از کسانی هستن که به طور یقین از اساتید محسوب خواهند شد. من یه خط تلفنی دارم، اجازه بدید. الو بفرمایید، روی خط هستید. قربان وفایی هستم. سلام آقای رنگی. سلام عرض کردم جناب جمال وفایی. قربان خیلی چطوره؟ قربانت برم جمال جان، خیلی خیلی محبت فرمودید. ببین وقتی با صحبت میکنم حالا استی بگم میگه در صورت اکثرا اونایی که مثلا پسر به پدر میره یه چیزایی هست قدیم بگیم ما یادمون رفته بگیم پدر، پسر کو ندارد نشان از پدر. اونو میدونم که تو بیگانه خوانش اون ها دیده صداد. فقط خب اون موقع که ما بچه بودیم تو خیابون هست دنبال توپ میدویدیم و بچه ها همه خیابون هست رو مثلا تای خیابون هست اکبر گلپایگانی بود، دست راست بیرفتی بالاتر کوچه ایرج، آقای ایرج بود، با دست چپ میامدی ایسکایی بود، گفتم ایسکای خرابات مرمون پردین بود اینا. ما هم خب از اینا کوچیکتر بودیم راستش، مثلا من 6-7 ساله بودیم، ولی ما با زی شبا رو دنبال توپ میدویدیم. وقت من خب چون تو بچه ها یه خود صدایی داشتم به حرفا علاقه من بودم. خوده نه و خیلی جناب وفایی. آه نه اون موقع رو میگم، الان میدونم زیاده اون موقع رو میگم. از همون موقع شما بچگی تو شما خوب میخوندین یادم. قربون تو برم، ما با حسن گلپایگانی اینا تقریبا، من از حسن یه خود بزرگتر بودم، اکبر اینا من چند تا برادر بودم مثل ما بودم. وقت من یک خاطره خیلی خاطره دارم، الان یهو گفتم یه زنگ بزنم احوالی بپرسم و خدا رحمتش کنه. اولا بذار بهت بگم مرحوم پدر تو علاوه بر اینکه از فضل از ادبیات و موسیقی و اینا بهره برده بود، بس یه چیزی بهت بگم، بعضیا پاتوق زیاد بود تهران قدیما، همه جا همه میرفتن، ولی بعضیا برای وقت گذروندن میرفتن و از این کلاس های شاعری و شعر و یعفا اونا برای بخور دادن بود. اما قدیما ما میگفتیم، ولی منزل پدر تو کوچیک تو کوچه درختی بود، اولا دروازه دولاب محله هرچی مشتی بود، یکی دو تا محله مشتی بود تو تهران، یکی دروازه دولاب بود، یکی درخونگا بود، فکر نکنین اسمش دروازه اینا، اینا آدمای درجه یکی که تاریخ تو اون بزرگ شدن و به سر رسیدن، تو ناسا هم ازش داریم. الان تو سان فرانسیسکو آقای دکتر حسین حبیبی رئیس صد بیمارستانه، یعنی فکر نکنین اسم بدی داره، اینا نام محله بود. وقت بخوام ببینم چی وقتت نگیرم. خواهش میکنم، من دارم پدر در فاز بود، از با حافظ شروع میکنم. همیشه میگفت وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی حاصل از حیات ای جان یک دم از تا داری. ببین انقدر این کانون منزل برهوم پدرت یعنی خون شماها حالت عشق توش داشت و دلیلی نداره که مثلا آقای تجویدی میامد کی 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 به من ایسی بدوگم. یه شبید گاهی وقتی هم چیز درست میکردن بهش یه اسم دیگ جوش درست میکردن، یعنی مثلا یه لوبیا پلو غذای شام هم بود، شام مفصل هم میخوردن، یه چراغی هم گاهی وقتی دم در بود بعضی فقرا میامدن پدر میگفت خب به اینا هم غذا بدی، اینا هم هنرمنده. بدونی یه جای خیلی حال خیلی خوب بود. خب اگه کسی میتونست میرفت اونجا و البته نه هر کسی، ولی خب اونایی که علاقه من بودن صاحب چجوری به شما بگم ذوقی بودن، چه شعری چه خوانندگی میرفتن و وقتی میآمدن بیرون آقای یرنگی یک بارشون اضافه میشد با اون خدای عدوایی تک کلامی هم داشت، یه شعرهای خوبی میخوند، ما یادداشت کردیم، من چند تاش اکثرا خوندم. میگفت دست من گیر که این دست همان است که من سالها بر سر هجران تو بر سر زدم. خیلی خیلی بعدای من وقتی میرفتم اونجا شب پدرم گفت بیایید بخوام برم من منزل یرنگی، گفتم آقا من چند جلسه رفتم اینقدر به من محبت داره، به من میگفت این هنرمند کوچولو ماست و این صحبت ها، خداش بیامرزه و تو چقدر آدم خوبی هستی که داری اسم پدرت زنده میکنی و من خیلی خوشحال شدم که امروز تونستم با تماس بگیرم. من واقعا آره به خدا از اینکه انگار دیروز بود آقا یرنگی. بله واقعا زمان خیلی زود میگذره. اسم کوچه که پدرت بیشت کوچه درختی بود. بله بله. آره اون چیزی که هست
من همیشه به تمام دوستان و کسانی که در تماس مشکل بتونیم ببین بذار بهت بگم اولا خیلی کار وزنه رضایی هم 200 کیلو بلندتر برش مشکله که بتونی تو الان یک کاری بکنی که بدونه آقا یه همچین شخصیتی هم بوده ولی خب اینقدر اون پدر تو استقلاعی تب داشت خیلی کم می آمدن از مطبوعات می آمدن من یه چیزی بهت بگم من در خانه مسعودی ها می آمدن می رفتن خونش دوستش داشتن بله اما از نمی دا که ازش زیاد بنویسن بله من یادم هست تو بندگی با شعر حرف می زدن ببین یکی از خصوصیاتش بود با شعر حرف می زد یاد می داد تو بندگی تو گدایان لحجه تبریزی هم بله داشتی تو بندگی تو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داد بی نهایت ازت ممنونم ولی امیدوارم که یه روزی حالم خوب باشه بتونم از نزدیک بیام ادا ادب کنم خواهش میکنم من خیلی خاطرات خوب دارم یادداشت میکنم میام اونجا خدمت آره ببین من کسال میدونستم کسالت داری زنگم زدم برات پیغام گذاشتم بره. و امیدوارم که بهتر بگی... کسالت برطرف بشه جانم آقا یلنگی رو بگم ما الان 72 سالمه قدیما یادت میگفتن خونه های کلنگی بلد. ما یه کلنگی هستیم دیگه داداش ببین یه روز تربا میخوری به یه باد میلرزیم به یه گرما تب میکنیم جناب وفایی شما همیشه نور چشم تمام هنر دوستان این من قربون شما برم من کجی که همه هستم یه چیزی بگم شما رو من به عنوان استاد قبول دارم و با آرمان عطایی که صحبت میشد بله بله در برنامه من از شما که یاد شد گفت من با استاد جمال وفایی و من واقعا میگم شما رو به استادی قبول دارم اون روزهایی هم که شما اسم جناب حسن گلپایگانی رو آوردید برادر کوچکتره بله حسن آقا الان کلاس داره بله من و حسن و برادر آقای شمسوی ما ستایی در جوانی کرم ابریشم جمع میکردیم تا بسونه ما خودمون هم یک درخت ببینیم هم بالا درخت بود بله آقا تفریه ماها این بود خیلی من به شما بگم الان کامپیوتره کرم ابریشم و نمیدونم الک دلک و چرتوک و ایس حالا وقت تو نگیرم گرفتار برنامه هستی امیدوارم موفق باشی قربونت برم بی نهایت لطف کردی به من بعد با خاطرات بهتر بیام پیشت ببین خیلی منت گذاشتی سرم جمال ببین اینه نگو فقط ازت یه خواهش دارم جانم یک استدعا دارم ما در قدیم میبخشید به اینه میگم دو چیز الان مصطلحی که زیاد جالب نیست میبخشید من راجع خودم جو گفتی میگم یکی با قدیم فقط میگفتیم استاد حسین تهرانی بله استاد همه بزرگ ما آقا تهرانی بود بله. حتی آقای سوار هم گفتن سبا بله دقیق کن آقای رنگی بله بله هر کسی که یک مقدار سنش بالا میره که نمیشه که استاد آقا میگه خیال نکن که هرچی گرده گردوست مغز نداره در میون هر پوست هر قدیمی که نمیشه اما حالا شما به من لطف داری یا علی مدد اشاره سلامت بشه که استادی که موسیقی رو بگو موسیقی سنتی موسیقی اصیل که بگی آقا تجویدی میگفت همه میگن آقای حنانه میگفت به اسب میگفتن اصیل اسب بب. اصیل به موسیقی دیگه اطلاق نمیشه موسیقی سنتی خوب امیدوارم بیام در خدمتتون یه خود بیشتر با هم صحبت کنیم گپی بزنیم نهایت افتخار منه و امیدوارم که هر چی زودتر این کسالت سرماخوردگیت برطرف بشه میام خدمتت حتما فدات هم ویتامین سه بخورم خوب میشه خدا رحمت کنه پدرت قربونت برم خدا نگهدار خدا روی خط هستین بفرمایید سلام جناب یکرنگی خسته نباشید حالتون بخیر سلام حالتون خوبه از کجا تلفن میفرمایید شما مرسی من از ایران تماس میگیرم خدمتتون به به از ایران تماس میگیرید به 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 خیلی لطف کردین چطور این برنامه از طریق اینترنت این برنامه رو به احتمال به سختی میتونید بگیرید اونجا دقیقا با مشکلات خیلی زیاد با سرعت اینترنت پایین ولی خب به هر ترتیب برنامه به این قشنگی به این زیبایی رو نمیشه از دست داد ولو با مشکلات فراوان میگم با سرعت اینترنت خیلی پایین و مسائل حالا مربوط به اینترنت پس ما بایستی خیلی به خودمون مغرور باشیم که در این موقع در واقع اوایل بامداد هست الان در ایران و دوستانی داریم که این برنامه رو دنبال میکنن شما به احتمال نمیدونم به چه طریق متوجه این قضیه در اینترنت شدید چون ما مدتی این برنامه ها وقفه داشتش چند هفته چندین هفته و الان این برنامه اولیست که در سری جدید شروع کردیم من بی نهایت سپاسگزارم از اینکه شما زحمت کشیدید و از ایران زنگ میزنید این خیلی برای من موجب افتخاره متشکرم من به صورت الان به صورت تصادفی اما خب با
با خود جناب علی از طریق فیسبوکتون، اشعارتون که توی فیسبوک میذارید و حالا یکی دو قسمت، شاید هم بیشتر چند قسمتی که گذاشته بودین روی فیسبوک از سری برنامه های پس کوچه های دل آشنا شدم و دنبال کردن اون برنامه ها باعث شد که الان بیام به صفحه این فقط به صورت حالا تکه های پاره پاره شده چند دقیقه بتونم برنامه تون رو دنبال بکنم، بتونم تلفن رو بردارم و خلیصه نباشید بگم خدمتتون برای این برنامه. خیلی خیلی متشکرم. شما اسم شریفتون؟ من عطفا هستم. بله خانم عطوسا. بله 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 من به 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 بله خیلی لطف کردین واقعا، چون یه مقدار صدا تغییر میکنه. من مثل که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، من صدای شما رو میبخشید تشخیص ندادم، یه مقدار به خاطر متفاوت بودن تلفن ها و راه دور و اینها. به هر حال خیلی سپاسگزارم که تا این موقع شب بیدار بودید و برنامه ما رو نگاه میکنین. این موجب واقعا خوشحالی ماست که هنوز هستن جوان ها و هموطنان ما که وقت میذارن تا نصف شب بیدار میمونن. حالا برنامه ما نه، برنامه های کسان دیگر رو، چیزایی رو که فکر میکنن ارزنده است نگاه میکنن. به هر حال از اینم که امیدوارم که این برنامه و برنامه های از این قبیل همیشه ادامه دار باشن، از طریق این کانال، از طریق کانال دیگه، برنامه هایی که بتونن ما رو به گذشته ها، به در واقع ریشه ها پیوند بدن، چه نسل جوان رو، چه یادآوری باشن برای بزرگترها، اما پیوسته باشن، تکرار بشن. ارزش ها رو بهتره که از یاد نبریم، باید یادآوری بشن به ما. چه بهتر که از طریق برنامه های به این شکل باشه که بزرگان فرهنگ، ادبیات، موسیقی مثل مرحوم پدر خودتون رو، استاد حسن جنگی رو یادآوری بکنن. باید اینها یادآوری بشه. اینها در واقع میشه گفت وظیفه و رسالتی است که به دوش کسانی هست که مطلع هستن، باید اطلاعات رو منتقل بکنن و اینها چیزایی است که خیلی از اینا شاید زبان به زبان، در واقع نسل به نسل گشته، اینها باید منتقل بشه و میگم ما باید به ریشه‌های خودمون برگردیم. از این کانال هم تشکر میکنم بابت این برنامه، بابت این و من واقعا میگم بی نهایت سپاسگزارم از شما خانم عطوسا به خاطر اینکه تو از خود شما دارید. از خودتون که به هر حال با اشعار زیباتون که واقعا واقعا گاهی بامدادگونه اشعارتون ما رو در واقع میبره به اشعاری که اینو واقعا میگم خیلی از اشعار شما خوندنش موجب یادآوری عباراتی از اشعار بامداد، یعنی ناخودآگاه زمانی که داره آدم عبارتی رو از شعر شما میخونه یادآوری در واقع براش میشه شعری که قبلا از بامداد خونده. و این نهایت لطف شماست. البته خب شکی در این نیستش که من شخصا واقعا ارادت دارم به شعر شاملو و شاملو رو یکی از چهار پایه اصلی ادبیات معاصر میدونم. این نظریه شخصی منه و به هر حال یکی از دوستان یه روزی یه شعری در فیسبوک از من خونده بود و برای من در به عنوان یک کامنت سوالی نوشته بود که در فکر شاملو بودید که این شعر را سرودید. منم در جواب ایشون نوشتم که من همیشه در فکر شاملو هستم، البته این شعر به خصوص رو نه، من در این فکر بودم که سرودم. ولی انسان زندگی میکنه و محکوم به یاد گرفتنه و در واقع از اون کسانی که میخواد یاد بگیره این چویس رو داره، این انتخاب رو داره که چی انتخاب بکنه که ازش یاد بگیره.
من ارادت زیادی به اشعار و افکار شاملو دارم. درست میفرمایید، محبت میکنید که منو این افتخار رو میدید که در واقع میگید یادآوری اشعار شاملو رو میکنه برای شما نوشتار. من این نهایت بزرگواری و نهایت از ته دل امیدوارم که روزی این اشعار امکان چاپ در ایران و در هر نقطه دنیا، امکان چاپ از این نظر که منتظر بشن و توسط در طبق در جریان هستن ممکنه بله که بتونن مردم خیلی راحت تر بخونن، بتونن خیلی راحت تر در دسترسشون باشه و من واقعا امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته برای تمام اشعار شما، چون ما در چند سال اخیر و در حتی میتونم بگم در بین شعرهای معاصرمون کم تر داریم کسانی رو که انقدر زیبا، انقدر سلیس، انقدر راحت و در این حال گاهی انقدر پیچیده عبارات رو در کنار هم قرار بدن و اشعاری به وجود بیارن که بتونه تا ساعتها از فکر و ذهن و روح رو درگیر بکنه. خیلی ممنونم، شما واقعا انقدر بزرگواری میکنید، ما رو خجالت میدید. البته این سلیقه شماست. خیلی خوشحالم در این حال که مفتخرم که یک جوان تحصیل کرده و در واقع اهل ادبیات و درک و فهم چنین بینش و چنین قضاوتی در مورد نوشته‌های من دارن. در این حال سپاسگزارم و خودم رو لایق این همه محبت نمیدونم و امیدوارم که در اولین فرصت ما در جریان هستش که من اشعارم منتشر خواهد شد، به زودی در چندی ماه آینده انتشار خواهد شد و حتما حتما خواهش می‌کنم از طریق فیسبوک اگر همونطور که فرمودید با من در تماس هستید با من تماس داشته باشید، براتون حتما یک نسخه ارسال خواهم کرد هر جای دنیا که باشید. لطف شماست، این لطف شماست، محبت دارید اینکه برم و از تلفنتون بی نهایت سپاسگزارم و نمیدونم واقعا این برای من خیلی خیلی موجب خوشحالی و سرفرازی است که دوست عزیزی و طرفدار عزیزی از ایران این موقع شب تلفن بکنه برای ما، واقعا برای من ارزنده است. شما لطف دارید، از گذشته ها اشعار شما به هر حال چاپ می شده، شناخته شده است در مجلات، در واقع می شود گفت دورانی که در ایران بودید اگر اشتباه نکنم در مجله میگین، من حالا به صورت دست و گلیخته دو سال و نیمی دستیاری افتخار اینو داشتم که دستیار دکتر محمود عنایت بودم در مجله نگین، با ایشون همکاری میکردم و همزمان اشعار من در مجله نگین چاپ میشد. بله و تا اندازه من میتونم بگم که قسمت خبرها رو هم من اداره میکردم و اون جز افتخارات من بود که با یکی از واقعا ادبا و متفکرین زمان دکتر محمود عنایت کار کردم برای مدت ها و چندی پیش من خدمت ایشون رسیدم در سانتا مونیکا جنوب کالیفرنیا، ایشون کسالت داشتن رفتم خدمتشون و بله خوشحالم که شما دسترسی داشتید به این مجلات، تونستید گیر بیارید چون به سختی به صورت دست و گلیخته به هر حال تمام یکن که از گذشته بودید در حال حاضر هستید، امیدوارم در آینده هم همچنان سلامت شاداب و پویا در این برنامه حضور داشته باشین، همینطور موسیقی ما رو زنده نگه دارید، شعر رو زنده نگه دارید و تشکر میکنم. من البته من خیلی سهم کمی دارم، فکر نمیکنم اونقدر من موثر باشم، کسان دیگری هستن خیلی ادبا اساتید و افراد خیلی خیلی ارزنده تر وجود دارن که میتونن این کارا رو بکنن، ولی منم به سهم خودم تمام اون پویایی و کوششی رو که باید یک انسان علاقمند به فرهنگ و در واقع ارزش‌های ملی و میهنش داشته باشه انجام خواهم داد.
و از تلفن شما بی نهایت سپاسگزارم خانم هاتوساپوش، خیلی لطف کردید، خیلی بزرگ کردم. باز هم خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارانتون در این شبکه و بسیار ممنونم از همگی شما. قربون شما. تنها ناراحتی از اینه که چرا نمیتونیم در ایران به راحتی یا حداقل راحت تر به مجموع برنامه های شما دسترسی داشته باشیم. حالا شاید در آینده به هر حال زعمای قم تصمیم بگیرن یا مسئله تکنولوژی طوری پیشرفت بکنه که به هر حال بتونن به قول معروف یک علاجی برای این تزریقات پیدا بکنن، یک علاجی برای اینکه برنامه ها خیلی به کندی در واقع دانلود میشه به قول فنی یا قابل رویته، شاید یک علاجی براش پیدا بشن. ما امیدواریم که این مسئله پیش بیاد. به هر حال من باز هم تشکر میکنم، خیلی لطف کردید و خستتون بخیر و خسته نباشید. قربون شما. شما میشالا روز خوبی داشته باشید. این نمایه از سپاس گذارم. تشکرم. ممنونم. خدا نگهدار. بله بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه کردید امیدوارم که موجب چه میگن در واقع کسالت نباشه، چون ما برنامه‌مون بیشتر حالت تاک شو، حالت صحبته و برای عده‌ای خیلی جالبه، برای عده‌ای هم حوصله‌شو ندارم. برای اونایی که جالبه امیدوارم لذت برده باشن. این واقعا موجب نهایت خوشحالی و سربلندی ماست که دوستانی هستن، کسانی که انقدر علاقه دارن به یک برنامه‌ای که داره از گوشه ای از امریکا پخش میشه از طریق اینترنت با اون مشکلات برنامه رو بگیرن و نگاه کنن، این موقع شب باستن خط رو بگیرن تلفن بکنن. این واقعا میگم موجب نهایت سربلندی و خوشحالی ماست و این نشان دهنده اینه که روز به روز جوانای ما و فرق نمیکنه طبقات مختلف سنی مردم ما دارن علاقمند میشن به اصالت ها و در واقع ارزش های ادبی و فرهنگی و ملی ما. این نهایت افتخار و نهایت خوشحالی ماست و همینطور که ایشون تلفن کردن، قبل از ایشون استاد جمال وفایی، من یادمه که ایشون موقع که میمدن پیش پدر مرحوم حسن یک رنگی ایشون بودن، آقای اکبر گلپایگانی بودن، بعد خدا رحمت کنه اسخر زنده وکیل بود، من در برنامه های دیگه هم اشاره کردم، حتی استادانی مثل استاد مرحوم استاد محمودی خونساری، گویین که ایشون شاگرد ادیب خونساری بودن و ردیف ها و دستگاه های موسیقی رو از مرحوم ادیب خونساری فرا گرفتن. اما به هر حال برای جلا دادن سبک و باز گوشه های کوچکی که خیلی به ندرت حتی اساتید میدونستن و رحمت الله علیه پدر من مرحوم حسن یک رنگی خیلی به این گوشه ها آگاهی داشتن و یکی از قضاوت های استاد اقبال سلطان مرحوم اقبال آذر، یکی از چیزهایی که میگفت در حضور استاد شهریار در مورد پدر میگفت که واقعا ایشون خیلی زحمت کشیدن و در احیا و ابقای موسیقی ایرانی خیلی زحمت کشیده بودن مرحوم پدر. به هر حال من خط تلفن دارم ببینم که دوستانم سلام عرض کردم، روی خط هستید؟ بله بله. جناب یک رنگی؟ بله. سلام عرض کردم. سلام از ماست. خوبه. قربان شما. شما زمین صحبتتون هم خیلی ممنون از برنامه خوبتون و زمین فرمایشاتون اشاره فرمودید به آقای دکتر محمود عنایت. بله بله. این ادیب بزرگ واقعا. بله بله. من رو یاد اون مقاله های کوتاهی که در کیهان می نوشتن. بله بله. بله. میخواستم ببینم شما اطلاع دارید که این مجموعه مقالات به صورت کتاب جایی منتشر شده که من بتونم اینا رو یه جوری. بله بله. این راپورت ها حتی قبل از انقلاب دکتر عنایت مجموعه مقالاتشون رو که تحت عنوان راپورت ها بود چاپ شده و فکر میکنم مؤسسه امیرکبیر چاپ کردن، درست خاطرم نیست، ولی من
یک نسخش رو دارم، بایستی برم ببینم. اگر جناب عالی خیلی مایل هستید میتونم شماره تلفنتون رو بگیرم و دقیقا بگم که چه مؤسسه انتشاراتی چاپ کرده و میتونید رو به اصطلاح روی بایگانی اونها برید، اگر سایت اینترنتی دارن برید نگاه بکنید ببینید میتونید فراهم بکنید یا نه، و احتمال خیلی زیاد پیدا میشه. گویی که ایشون سالهای ساله که از ایران خارج شدن و اطلاعی هم ندارم. من در واقع ملاقاتی که با ایشون داشتم سال گذشته، شاید دو سال پیش، فراموش کردم که بپرسم آیا راپورت ها رو تجدید چاپ کردن یا نکردن، چون ایشون یه مقدار کسالت داشتن و من بیشتر رفتم که عرض ادب بکنم، خیلی از صحبت های حرفه‌ای و اینا پیش کشیده نشد. به هر حال من تصور جناب آقای یک رنگی ببخشید که پستون قد کردم، اسم کتاب، اسم اون مجموعه مقالات چی بود؟ راپورت ها. خب حالا من با شرکت کتاب چک میکنم ببینم اینا دارن این کتاب. حتما من فکر میکنم اگر نداشتن، حتی اگر از طریق گوگل برید احتمال داره که بتونید پیداش بکنید، چون این روزها بسیار دیده. بله بله، و من بسیار خوشحالم. اسم شریف جناب عالی؟ من خسرو هستم، از نیویورک خدمتتون زنگ می‌زنم. بله بله جناب خسرو، محبت فرمودید و من یکی از دوستان خیلی عزیزم و یکی از دوستان دوران جوانی بنده به نام خسرو در نیویورک هستن و ارادت دارم خدمت ایشون. به هر حال با همه مرید شما هستیم جناب آقای یک رنگی. همون زمانی که در مجله نگین همونطور که اون خانم فرمودن واقعا همکاری می‌کردین، ما همیشه شاهد اثرات خوب زیبای شما بودیم. محبت دارید قربان، تشکر میکنم و خیلی لطف کردید، واقعا خواهش میکنم، بنده نوازی کردید که این تلفن رو زدید و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی ما هم شرکت کنید و یه روز زیارتتون بکنید. حتما آقا، با محبت شما برم. قربون شما، خدا خیلی ممنون، خدا حافظ شما. بر هر حال بینندگان عزیز میبینید که دوستان و به هر حال کسانی که طرفدار نه بنده، طرفدار فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات این کتاب این مملکت هستن، واقعا یکی دوتا نیستن. این الان دوست عزیز ما جناب آقای خسرو از نیویورک زنگ زدن و منتی گذاشتن. به هر حال اونجا ساعت البته گوین که اول شبه، ولی به هر حال اول شب میتونستن به کارهای دیگه بگذارونن، ولی این برنامه رو دارن نگاه میکنن و برای ما موجب افتخاره. خیلی خیلی متشکرم از ایشون و میخواستم ببینم اگر احیانا در اتاق فرمان ممکنه، قرار بود که ما با دوست عزیزمون جناب حاتف که از خوانندگان در واقع جوان، نسل جوان و عرضم به حضورتون که سبک موسیقی پاپ ما هستن، که حتی در این زمینه سبک ایشون و در واقع کلاس ایشون با دیگر خوانندگان این جرگه فرق میکنه، تفاوت داره. نمیتونیم بگیم که آیا اون بهتره یا این بهتره، ولی سبک ایشون کاملا متفاوته و شخص بنده رو و عده زیادی دیگر رو که قضاوت عادلانه‌ای دارن در مورد موسیقی و هنرمندان ما چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، به تایید اونها هم آقای حاتف واقعا سبکش تفاوت داره و عده زیادی رو به یاد مرحوم فرهاد میندازه، چون فرهاد یکی از بنیانگذاران واقعا موسیقی پاپ و موسیقی جدید و امروز ایران بودش، خدا بیامرزتش، خدا رحمت کنه. و من دوستی مختصری با ایشون داشتم و آقای حاتف هم همینطور هستن، یعنی سبکشون تقریبا به طرف سبک فرهاد میره شعرهایی که میخونن و اخیراً یه کاری کرده بودن به نام کودکانه، ویدیوی زیبایی دارن که میخواستم ببینم اگر ممکنه اتاق فرمان محبت کنن و پخش کنن برای ما. این ویدیو یکی از شعرهاییست که فرهاد خونده در مورد عید و
امیدوارم که خوشتون بیاد. اتاق فرمان اگه ممکنه ترانه آقای خاطف رو پخش بفرمایید. تشکر میکنم. از اتاق فرمان به من گفتن که شما محبت کردین تلفن کردی، واقعا سپاسگزارم ازت. خواهش میکنم، من همیشه برنامه شما رو دنبال میکنم و خواستم که سلامی داشته باشم خدمت خودت و بیننده های خوبت.
قربونت برم. و شما همونطور که من قبل از اینکه شما تلفن کنی و آهنگت پخش بشه داشتم برای بینندگان میگفتم، یکی از افتخارات نسل جوان ما هستین و یکی از کسانی هستی که موسیقی پاپ رو و موسیقی مدرن ایران رو واقعا به شکل متمایز و متفاوت با تمام اجرا کننده های دیگه زنده نگه داشتی و ما از کارات واقعا لذت میبریم. خواهش میکنم. به هر حال وظیفه من و همه بچهای هنرمندی که به نوبه خودشون تا حد توانشون به هر حال در خدمت مردم باشن. بله، اینکه به جای خودش و شما به نحو احسن دارید این کار رو انجام میدید. من یادمه که در هر شرایطی به مناسبت هر مسئله‌ای که در مملکت اتفاق افتاده شما واقعا فعالیت‌های لازمه را انجام دادی. در نهایت افتخار و در نهایت سربلندی اینو من واقعا میتونم اعلام بکنم برای تمام بینندگان ما که من چون شخصا از نزدیک ارادت دارم دیدم چقدر شما در این زمینه‌ها قدم‌های مثبت برداشتید. و اینکه علی جان، ما چون وقتمون خیلی مختصره ولی می‌خواستم ازت خواهش کنم که اگه ممکن باشه، گویین که شما در لس آنجلس زندگی میکنی اما در سفری که در آینده به شمال داری، شمال کالیفرنیا میایی، حتما به من این افتخار رو بدی که بتونم در کنارت بشینم، این برنامه رونقی داشته باشه با حضورت و بتونیم واقعا از وجودت استفاده بکنیم دوستان. و خواهش میکنم حتما با کمال میل. از کنم که اتفاقا یه آلبومی دست تهیه هست که به انضمامی که داره نشر میشه منتشر میشه حتما خدمت میرسیم که اون آلبوم هم خدمت دوستان معرفی کنیم ایشالله. و یه نشستی هم با هم داشته باشیم جامعه از کارهایی که به هر حال تحت انجام و خدمت دوستان خواهد رسید. خیلی ممنون میشم. حتما خیلی لطف و بزرگواری کردی. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلامو به دوستان اتاق فرمان و به هر حال همه دستندرکاران فرهنگی برسونیم تا اینکه در خدمت باشیم. حتما. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا خدا. خب بینندگان عزیز، من فکر میکنم که به پایان برنامه هامون رسیدیم، به برنامه امروز رسیدیم و گویین که این برنامه اولی بود که بعد از وقفه چندین هفته‌ای در سری پسکوچه های دل ما اجرا کردیم. به هر حال یه مقدار شورت کامینگ به قول این جایی‌ها، یه کوتاهی‌هایی هست، امیدوارم که بر ما ببخشید و در برنامه های آتی من این قول رو میدم که دوستان عزیزمون به صورت زنده اینجا حضور داشته باشن، یعنی برنامه زنده داشته باشیم با کسانی مثل استاد آرمان عطایی، جناب وفایی و میخواستم از دوست عزیزم جناب حامد نیکپی خواهش کنم که بیان. ایشون هم من باشون در تماس بودم فوق، مثل اینکه در سفر بودن. در آینده بتونیم از این دوستان از حضورشون لذت ببریم و برنامه های ارائه بدیم که مطابق ذوق و شوق دسته های مختلف باشه که همه بتونن ازش استفاده کنن. به هر حال یک بار دیگه من به خاطر اینکه انگیزه و مناسبت این برنامه ها و شروعش به خاطر بزرگداشت مرحوم استاد حسن یکرنگی بوده، عرض میکنم که بنده افتخار فرزندی ایشون رو دارم و بسیار خوشحالم که گوی این که دیر شروع کردیم ولی به هر حال قدم کوتاهی در بزرگ داشته زحمات و شخصیت بزرگ این مرد از دست رفته انجام دادیم. تا برنامه های آینده از شما خداحافظی میکنم. روزتون خوش. خدا نگهدار. نه چون هزار باره دیرین و پر از اوهام، این بار پیام رسا بود و موقر بود. پس آن نکوست که از سر حرمت به راه درآیی،
که چاره‌ای جز آبدان پذیرفتن عقوبت خود نیست. پس چین و واچین پرده را به کناری زن، براه را نظاره‌ای پرداز و از کمین مردم مکانت به دور مانده ترین چراغ راه نگاهی کن، نه با خضوع و یا تظاهر و منت، نه با گلایه های هماره، نه با همان پلید گریه های ابلیس وار شبانه، نه با غرور و تکبر، نه با تبختر و مکنت، نه همچنان که هزاران هزار سال در آینه برخیشتن نظر کردی، با اعتزام و عزت یک نگاه بی بهانه و ساده به دورترین چراغ راه نگاهی کن، تا از ظلام اوهام خیشتن به درایی نگاه کن. در انتهای گذرگاه انسان گمشده تکرار می شود در لایه های تیره تنهایی قرناقرن، نشسته بر نعش پاره های رؤیای خیشتن، لبریز از کرامت جادوگرانه کلام دشمن و دوست، گویی که با زمین و با کهکشان سخن دارد، با جنگل و درخت سخن دارد، با دشت و با سبزه سخن دارد، با آفتاب و ابر، با آسمان و ماه و ستاره، با خاک و آب و آتش و باد، با زندگی و مرگ سخن دارد. نگاه کن اینجاست، اینجاست تنها دریچه‌ای که راه را توان دیدن از آن باشد. نگاه کن که ببینی چگونه بایسته است تا بار سنگین و سیاه بودن خود را بر دوش برکشی. نگاه کن انگار با آخرین نگاه میباید کسی ز راه درآید و بر لاشعت نماز کند، کسی که می داند کبوتران بهشتی را کدام سلاخ سر برید و آهوان تیزتکی که دشت تلخ عقوبت را چکان چکان سرخ و گلاجین ساختند کدام سوی بهشت تلاوت آیات مقدس عشق را می آغازند. آنک به عصیان نعره‌ای که از بهشت نبود است و ز دوزخ نیامده است، خورشید بر چهره عرق نشسته رو به غروب، با فخر و با غرور سالان سربلندی خیش کسوف را ملول و آبدانه در آغوش می کشد. مسعود یکرنگی، 1391، سان فرانسیسکو.